نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان از مالمو سوئد ما را همراهی می‌کنه. خانم دوستدار، هم ازتون میخوام که اگر ممکنه حالا بعد از گذشت 7 روز از زلزله خوی برای ما از شرایط این شهر اگر اطلاعات و جزئیات بیشتری دارید بگید، و اینکه به اون بخشی که روزنامه اعتماد هم اشاره کردم بپردازیم، اینکه گفته نیروهای امنیتی با صورت‌های پوشیده در شهر میچرخند. فکر میکنم گزارش ها و تصاویری که از خوی میرسه از سمت مردم در شبکه های اجتماعی و در کانال های غیر رسمی منتشر میشه به خوبی گویای این هست که وضعیت مردم زلزله زده پس از گذشت بیش از 1 هفته چطور هست. ما شاهد این هستیم که در سرمای زیر صفر و وضعیت بسیار نامناسب آب و هوایی مردم دارن در چادرهای غیر استاندارد زندگی میکنن، یعنی چادرهایی که اساسا چادر برای در واقع وضعیتهایی مثل زمستان یا زلزله زدگی نیست، چادرهای کمپینگ و سفری هست. یا شاهد این هستیم که همین اخبار نشون میده که مردم برای سرما مجبورن از وسایلی که مناسب نیست در داخل همین چادرها استفاده بکنن، منجر به مرگ و مسمومیت اونها شده، مسمومیت تنفسیشون شده، و این تازه در کنار کمبود سایر امکاناتی هست مثل امکانات رفاهی دیگه، فرضاً کمبود اقلام بهداشتی و خوراکی و مسائل از این دست. میبینیم که افراد ذکر میکنن 1 هفته گذشته ولی اونها تازه یک چادر دریافت کردن، حالا کیفیت چادر بماند. در مقابل این وضعیتی که با چشم میشه اون رو دید، مسئولان دست به انکار میزنن و ادعا میکنن کسانی که اینها رو مطرح میکنن دروغگو هستن، مرض دارن به تعبیر رئیس هلال احمر، یا بیان میکنن که اینها شایع است، در حالی که این شایعات رو ما میتونیم در تصاویر به وضوح ببینیم که چقدر صحت داره و چه کسی است که در واقع دروغ میگه. در مورد حضور نیروهای امنیتی هم خب ما این رو از همون روزهای اول شاهدش بودیم، برای اینکه فضا رو نیروهای امنیتی در چنین شرایطی به دست میگیرن، کنترلش رو و جلوی کمک رسانی افراد دیگر رو، افراد خیر یا شخصیت‌های مشهور شناخته شده رو میگیرن. ما همین الان میدونیم که حساب‌های افرادی که خواستن کمک رسانی بکنن مسدود شده یا جلوی کمک‌های اونها گرفته شده، جلوی سفرشون گرفته شده، و خب معمولا همین افرادی که دست به کمک رسانی میزنن و جزء مردم عادی هستن، اینها چون بخشی به نظر حکومت بخشی از اون شایعات به حساب میان و وضعیت رو گزارش میدن، مورد خشم و غضب نیروهای امنیتی. خانم دوستدار، در یک بخشی از صحبتتون اشاره کردید به اینکه مقامات در واقع شایعه میدونن اونچه که الان در گزارش‌ها داده میشه درباره وضعیت خوی. در رأس اونها ابراهیم رئیسی است که بعد از 1 هفته به منطقه خوی رفته، به منطقه زلزله زده، و همه چیز رو شایعه خونده و از مردم هم خواسته صبوری کنن. منظورش چی هست از شایعه و صبوری؟ معنای کلمات ظاهرا تغییر کرده. آقای رئیسی اساسا فکر میکنم درک درستی از کلمات ندارن، برای اینکه ما این نخستین بار نیستش که شاهد در واقع گزاره های بی‌معنا و دروغ ایشون بودیم در مورد مسائل مختلف، و فرضشون بر این هست که مسائل و بحران‌های کشور رو میشه از طریق لفاظی و یا دستور حل کرد. قبلا هم سابقه داشته در مورد وضعیت اقتصادی دستور دادن که فوری کاری بکنید، مسئولان کاری بکنن که مردم احساس آرامش بکنن، حالا تعبیر مشابهی رو دوباره اینجا به کار بردن و دستور میدن که فضایی که حاصل ناکارآمدی، فساد، دست داشتن نیروهای امنیتی و سوء مدیریت هست، با یک دستور ایشون ناگهان درست بشه، در حالی که اساسا مشکل رو زیر سوال میبرن. این چیزیست در کلام مسئولان ایران از جنس همون اقتصاد دستوری که ما سابقه شو داریم، شناختش رو داریم، و یا تلاش برای حل بحران ها با دادن آمارهای دروغ و تصویرسازی دروغ برای مردمی که حالا به هر ترتیب مخاطب ایشون هستن، در دسترسی به سایر مواد رسانه‌ای ندارن و فرض میکنن که صرفا اگه ایشون بیان میکنه که این شایع است، اینها شایع است، در حالی که فکر میکنم که همون چیزهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه به خوبی گویاست که تا چه حد ایشون راست میگه و چقدر بقیه شایع.